به نام خداوند. سلام، به خبرهای افغانستان و جهان خوش آمدید. سر خط خبرها، واکنش تند رئیس جمهور در برابر شایعات کنار زدن رئیس عمومی امنیت ملی به خواست پاکستان. از سرگیری مذاکرات صلح با طالبان مسلح تحت نظارت کشورهای قلب آسیا. و اقدام نامنتظر کانادا برای پذیرش 25,000 پناهجوی سوری در خاک این کشور. این مجموعه خبری را من ویار ارائه می کنم. در عدم مذاکرات منافع ملی حفظ نمی شود و در کنفرانس کشورهای قلب آسیا به جهانیان وانمود شده که افغانها برحق هستند. رئیس جمهور غنی می گوید مشترکاً با پاکستان تمامی مخالفان مسلح را از بین خواهند برد که حاضر به گفتگوهای صلح نیستند. رئیس جمهور شایعاتی را به شدت رد کرد که گویا به خواست پاکستان مقامهای حکومتی در افغانستان تعیین و یا برکنار می شوند. رئیس جمهور غنی از سفر پاکستان با آرزوهای زیادی برگشته و اسلام آباد تعهد کرده که بر ضد شورشیان مسلح مشترکاً مبارزه می کند. که هم ایالات متحده آمریکا و هم چین تعهد کردن که در روند صلح با ما همکاری دوامدار میکنن، نه همکاری مقطعی، و به این اساس انشالله و تعالی به طرف ازی خاطر رفتیم که هم یک چارچوب واضح برای صلح و هم برای نظارت و تثبیت شکایت ها در صورتی که مداخله یا عدول صورت بگیره وجود داشته باشه. در سالهای گذشته همواره شکایت شده که افغانها قربانی جنگ اعلام نشده هستند، اما به نظر می رسد که رئیس جمهور به کشورهای منطقه و جهان واضح ساخته که افغانها به نیابت از منطقه و جهان قربانی می دهند. ما جنگ سر کس تحمیل نکردیم. ما عامل جنگ منطقه نبودیم. ما تروریست تربیه نکردیم. ما تخریبکار جایی ندادیم. امروز نیست، دوامدار است. از این جهت ضرورت عزیز که افغانستان از امکانات قرن 21 استفاده اساسی کنه. نگرانی های وجود دارد که جنگ افغانستان اکنون به سطح منطقه و جهان در حال گسترش است، اما چگونه می توان جلوی آن را گرفت؟ اگر عامل یکی از عوامل عمده بی‌ثباتی در افغانستان ما برخورد همسایه خود در پاکستان میبینیم، آیا ضرورت همه جانبه است که ما بتانیم برای حل ای جنگ سیبودی توریستای منطقه است؟ طالبا یک پدی افغان و پاکستانی مشترک است و جنگ نایلام شده اکتابالی وجود داره. چی چیز ضرور است؟ سه چیز: اجماع بین المللی، اجماع منطقوی، اجماع ملی. این سه پروسه ما باید به هم عیار برسیم. رئیس جمهور در این نشست خبر با جدیت رد کرد که گویا به خواست پاکستان مقامهای حکومتی را مقرر و یا عزل می کند. او در پاسخ به این سوال جدی شد. هر چوک چه دا فکر لری چه دا افغانستان ولسمشر یا دا امنیت شورا یا هر غلی دیده دولت به او چا اجازه ورکی چه ارتوهی چه او غلی دی امنیتی نهادو لری که سل خال جنگ دی پار آمادگی و نیسی. هر چوک چه دا تورویی ملی خیانت خواهد ازی چوک پا افغانستان امور که مداخله کوله ایسی. زغوارم واضح کم وقتی چه پده وضاحت بانده اعلامی و بانده رازو چه در افغانستان ملی حاکمیت ده اعتبار ورده، در افغانستان دولت مشروع ده، در اساسی قانون نویمو پومرو که به توک مداخله که در فضا بانده پوسی در اول اسمش رم ده دیده پاره نده انتخاب سوای او نده تیم ایده دیده پاره جول سوای چه نورو تسر که دی.
رئیس جمهور غنی میگوید که جنگ اعلام نشده با پاکستان از 14 سال بدین سو ادامه دارد و برای جلوگیری از این جنگ کار بنیادی جریان دارد، اما زمانگیر است. رئیس جمهور تاکید دارد در صورتی که مصرف جنگ در بخش‌های بازسازی افغانستان مصرف شود، دیری نخواهد بود که این کشور متکی به خود گردد. با این حال، استعفای رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی همزمان با برگشت رئیس جمهور از پاکستان سوالات زیادی را برانگیخته است. رئیس جمهور غنی میگوید ریاست عمومی امنیت ملی نباید در مسائل سیاسی به خصوص مذاکرات مداخله کند. این یک امر معمول است، آقای نبیل استعفا کرده و ارگ هم پذیرفته است. اما آگاهان افغان استعفای رئیس عمومی امنیت ملی را عمل احساساتی و به زیان کشور می دانند. رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی دو روز قبل بر حضور رئیس جمهور در نشست کشورهای قلب آسیا در اسلام آباد انتقاد کرد. اما همزمان با برگشت رئیس جمهور از پاکستان، گزارشات از کنارگیری وی مطرح شدند. سوال اصلی اینجاست که نبیل چرا نابهنگام از وظیفه کنار رفت و عامل اصلی استعفای او چیست؟ رئیس جمهور غنی میگوید که ریاست عمومی امنیت ملی نباید در مسائل سیاسی دخیل شود و استعفای آقای نبیل یک امر معمول است. صلاحیت در رئیس جمهور در افغانستان واسی دی. قانون اساسی در صلاحیت مطرح کرد چه ام استعفا اومنم، ام انتخاب کم، ام عزل کم. او پا دی صلاحیتونو بنده، در قانون پر اساس بنده زعمل کم وقتی چه لازمه. اما آگاهان استعفای نبیل را در حال حاضر به زیان کشور و یک اقدام احساساتی می داند. دا یو عکس العملی برخورد و دا احساساتی برخورد و احساساتی تصمیم و دا دی افغانستان دی اولیا منافع به گرد نده با وجود دی چه قابل تشویش خبرم نده. رئیس جمهور غنی پس از استعفای آقای نبیل شب گذشته یک نشست عاجل برگزار کرد و مسعود اندرابی معاون اپراتیفی امنیت ملی را به حیث سرپرست این ریاست تعیین نمود. هرچند رئیس جمهور غنی از پاکستان با آرزوهای زیادی برگشته، اما افغانها به عملی شدن تعهدات پاکستان امیدوار چندان نیستند. آگاهان به عملی شدن این تعهدات اسلام آباد شک دارند و میگویند این بار نیز اسلام آباد وفا به عهد نخواهد کرد. باور کلی بر این است که پاکستان همانند گذشته در فصل زمستان کابل را سرگرم مذاکرات صلح میکند تا طالبان مسلح برای فصل جنگ پلانهای منظم طراحی کنند. شکها و تردیدها بر همسایه ها ادامه دارد که ظاهراً خود را دوست افغانستان اما پشت پرده سیاست دیگری را در قبال این کشور عملی می سازد. با وجودی که رئیس جمهور با آرزوهای زیادی از کنفرانس کشورهای قلب آسیا در پاکستان برگشته، اما افغانها بر این تعهدات بی باور هستند. با وجود تاکیدهای پاکستان چرا هنوز هم آگاهان افغان شک و تردید دارند؟ پاکستان همیشه دو مخه سیاست کوي د افغانستان سره او هغه وخت هم د افغانستان حکومت مصروف وساته تر هغو چې په وړي کې وکولی سي دوی بعض خپل اهداف چې په افغانستان کې لري هغه اهداف ته ځانونه ورسوي. خو زه بیا هم دا خبره په تکرار سره وایم چې پاکستان اصلا نه غواړي چې په افغانستان کې صلح راسي یا د افغانستان اقتصاد پیاوړی وي یا افغانستان یو واحد حکومت ولري او په خپلو پښو ولاړ حکومت ولري. آگاهان باورمند هستند در صورتی که پاکستان تعهدات کشورهای قلب آسیا را عملی سازد، افزون بر افغانستان امنیت در منطقه تامین و تجارت تقویت بیشتر می‌یابد. اسلام آباد که میزبان نشست کشورهای قلب آسیا بود، اما در حاشیه آن مقام‌های افغان و پاکستان نشست‌های زیادی داشتند که جزئیات آن تا هنوز افشا نشده است. کنار رفتن رئیس عمومی امنیت ملی این سوالات را بیشتر ساخته است. باورها بر این است که اسلام آباد می خواهد در فصل زمستان کابل را سرگرم مذاکرات سازد تا طالبان مسلح بتوانند با آرامش خاطر برای فصل جنگ پلان گذاری نمایند. شورای عالی صلح می گوید گفتگوهای صلح افغانستان این بار زیر نظارت کشورهای قلب آسیا و پیش برده خواهد شد. مسئولان تاکید دارند جناح اصلی مذاکرات طالبان مسلح هستند، اما حزب اسلامی نیز در این روند دخیل خواهد شد. رئیس جمهور غنی باورمند است که صلح موضوع چند روز نیست و برای رسیدن به این هدف به زمان بیشتر نیاز است. به نظر می رسد که در 13 سال گذشته تلاش های رسیدن به صلح با وجود امتیازدهی و سرمایه گذاری های گسترده بجز از افزایش نامنی ها و تشدید جنگ نتیجه دیگری به همراه نداشته است. هرچند با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی تلاش های صلح بیشتر شد، ولی هنوز دستاورد خاصی ندارد. رئیس جمهور غنی که تازه از سفر پاکستان برگشته میگوید
پاکستان تعهد کرده که در پروسه صلح همکاری می کند، اما رسیدن به این هدف به زمان بیشتر نیاز دارد. کلوته نه پریخودل کیگی. داده و نیو او دی میست خبره ده چه پدی چوکات که مگوازه دی نتیجه تو رسیگو دا مذاکرات با پجیدی توگه پراتون که و نیو که انشالله تالا پلسی او نتیجه تو رسیگی. شورای عالی صلح با پیشرفت‌ها در بخش مذاکرات صلح خوشبین است و میگوید که این بار روند مذاکرات تحت نظارت کشورهای قلب آسیا برگزار خواهد شد. این مهم خبر داده چه داره باید به صلح مذاکرات شروع کیگی ناغه با دی منطقه دی دق و دولس و مملکتو چه پرون پا پاکستان که غنده و دی دوی تر نظارت لاندی به شروع کیگی. شورای عالی صلح میگوید که در این پروسه تلاش‌های برای دخیل ساختن حزب اسلامی نیز جریان دارد، اما جناح اصلی مذاکرات طالبان هستند. حکمتیار معقولانه کوم شرایط وړاندې کړی دی په غبانیم خبری کېدلی سي هغه هم یوازې نه پرېښودل کېږي. صلح کې به خامخا راګډېږي. اول مهم عنصر د صلح همدا طالبان دی. طالبان هرچند در این راستا رسما ابراز نظر نکرده، اما چند روز قبل در نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور گفته شده که در جوار حرکت‌های نظامی تحرکات سیاسی را نیز در پیش می‌گیرند. در ادامه خبرهای جهان لحظات بعد با شمشاد باشید. و خبرهای جهان خوش آمدید. کانادا در یک اقدام بی سابقه در نظر دارد تا 5 ماه آینده هزاران پناهجوی سوری را در خاک این کشور بپذیرد. و دنبال این روند نخستین گروه از پناهجویان 5 شنبه شب از لبنان توسط تیاره های نظامی کانادا به خاک این کشور انتقال یافتند. اینان کودکان کانادایی هستند که برای استقبال از پناهجویان سوریه در میدان هوایی شهر تورنتو آمدند. کانادا فیصله نموده که تا نیمه سال 2016 میلادی نزدیک به 25,000 پناهجوی سوری را در خاک خود میپذیرد. هرچند مصارف این پناهجویان را شماری از مؤسسات خیریه و تاجران کانادایی بر عهده گرفتند، اما حکومت هم به سهم خویش در این روند همکار است. پیش از این کانادا در برابر پناهجویان سیاست جدی داشت، اما با رسیدن حزب لیبرال به قدرت در این کشور سیاست ها تا حد نرمتر شدند. در این حال یک روزنامه کانادایی ضمن استقبال از پناهجویان سوری نوشته که این پناهجویان به خانه دومی خود کانادا به احترام کامل انتقال داده شدند و از تمام سهولت های زندگی بهره‌مند خواهند بود. قرار است در اوایل سال آینده میلادی گروه های مخالف حکومت سوریه و دمشق مذاکرات صلح را آغاز نمایند. شرکت کنندگان کنفرانس برگزار شده برای حل بحران سوریه در عربستان سعودی توافق نمودند که بجز از داعش و القاعده دیگر تمامی گروه های مخالف حکومت سوریه به میز مذاکره کشانیده شوند. شرکت کنندگان کنفرانس حل بحران سوریه در ریاض عربستان سعودی با هم به توافق رسیدند تا به جز از القاعده و داعش دیگر تمام گروه های مخالف حکومت سوریه اوایل سال آینده میلادی با حکومت سوریه با مذاکرات حاضر شوند. هرچند در این کنفرانس با نمایندگی از دمشق فردی حضور نداشت، اما با نمایندگی از گروه های مخالف مسئله حکومت اسد بیش از 100 تن حضور داشتند. شرکت کنندگان کنفرانس باری دیگر برکنار رفتن بشار الاسد از قدرت در سوریه تاکید کردند و خاطر نشان ساختند که اسد باید برای صلح و ثبات به عدالت انتقالی در این کشور زمینه سازی نمایند. وزیر خارجه عربستان سعودی در حاشیه این کنفرانس بر ایران انتقاد کرد که در سایر مسائل منطقه‌ای نقش منفی دارد و در صورتی که تهران در سوریه و یمن مداخله نمی کرد بیشتر از این صلح در این کشورها تامین می شد. ممنون از همراهیتان. تا پایان خبرها شاد باشید. خداوند نگهدار.